درود دوستان خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امروز اومدم با یه چیزبرگر خوشمزه و محشر و همه چی دیگه حرف نداره. فقط میتونم بگم که حتما درستش کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و بریم برای درست کردنش. نیم کیلو گوشت که 400 گرم بدون چربی باشه، 100 گرم قلوه‌گاه بهش اضافه کنید که ترکیبش عالی میشه برای همبرگر. یه دونه پیاز متوسط رنده شده به اضافه 2 تا حبه سیر رنده شده به گوشت اضافه میکنیم. یه قاشق مرباخوری نمک، نصف قاشق چای خوری فلفل پاپریکا، نصف قاشق چای خوری پودر سیر، نصف قاشق چای خوری هم فلفل سیاه. ادویه ها رو اضافه میکنیم. حسابی گوشت رو ورز میدیم. خیلی خوب که ورز داده شد، بهش 2 قاشق غذاخوری پودر سوخاری اضافه میکنیم. دوستان، اضافه کردن پودر سوخاری باید به حدی باشه که گوشتتون بعد از ورز دادن آبدار باشه، خشک نباشه. من اندازه 3 قاشق غذاخوری پودر سوخاری اضافه کردم. یه قاشق غذاخوری هم سس خردل به مواد گوشتی اضافه میکنیم. دوباره خیلی خوب ورزش میدیم. ورز دادن مواد همبرگرم خیلی مهمه. بعد حسابی ورز بخور و مواد چسبنده باشه. یه ساعت بذارید یخچال استراحت کنه. بعد به گرم‌هایی که میخواید اندازه همبرگراتون باشه تقسیم بندی کنید. من خودم هر تیکه رو بین 120 تا 130 گرم گرفتم. 6 تا همبرگر بزرگ شدش. تو مایتابه روغن بریزید. با هر قالب گردی که دارید قالب بزنید همبرگراتون رو. بذارید برای سرخ شدن یه طرفش که سرخ شد برگردونید، 2 تیکه پنیر ورقه‌ای بذارید رو همبرگراتون. اگه میخواید پنیرتون حسابی خوب آب بشه، از روغن داغ داخل مایتابه با قاشق بریزید روی پنیرها تا خوب آب بشه. خیلی هم لذیذتر میشه با این روش. طرف دیگرش هم که سرخ شد چیزبرگرامون حاضره. تو نون همبرگر با مخلفاتی که دوست دارید میتونید سروش کنید. مزهش میتونم بگم معرکه است، مخصوصا بچه ها واقعا عاشقش میشن. یه چیزبرگر سالم و خوشمزه و خیلی هم راحت درست کردنش.
دیدید که امروزم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم. دوستان مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما مشترک کانالم بشید چون کلی آموزش خوشمزه و متنوع دارم براتون. هر سوالی داشتید حتما بپرسید. دوستتون دارم و ویدیوی بعد همدیگر رو میبینیم.